سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به مجموع برنامه در دادگاه خوش اومدید در این برنامه به راز قتل مرموز و رویای بازیگری میپردازیم پرونده قتلی که در سال 1390 و در تهران اتفاق افتاد در سری مجموعه در دادگاه ما به بررسی پرونده های جنجالی ایران و به دادگاه های اونها میپردازیم و پرونده رو از زمان وقوع قتل تا رأی نهایی دادگاه بررسی می کنیم. پس در ادامه با ما همراه باشید. ساعت 11 صبح روز 11 مهر سال 1394 بود. سه قاضی جنایی شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران در حال مرور پرونده‌ای بودند که تا دقایقی دیگه باید به با اون رسیدگی می‌کردند. اونها یک بار به این پرونده رسیدگی کرده و حکم رو صادر کرده بودند. ولی با نقض حکم در دیوان عالی کشور قرار شد برای بار دوم این پرونده رو مورد بررسی قرار بدن. پرونده مربوط به قتل مرموز پیرمرد 65 ساله ای بود که به دست پسر جوانی به قتل رسیده بود. اما این جنایت چطور اتفاق افتاد؟ این پرونده آخرین روزهای شهریور ماه سال 1390 پیش روی پلیس و بازپرس جنایی قرار گرفت. اون روز مسعود خیلی خوشحال بود. با مردی قرار داشت که میخواست اون رو به آرزوی دیرینش برسونه. آرزویی که مسعود از بچگی در سر داشت و سعی میکرد با تلاش زیاد اون رو به دست بیاره. اون به خونه میرفت و در اونجا رویای بازیگر شدنش به حقیقت به پیونده. اما اون روز روز مسعود نبود. روز به حقیقت پیوستن رویاش نبود. اون نمیدونست که چند دقیقه بعد قدم در راهی میگذاره که سرنوشتی جز زندان و اتهام قتل براش نداره. اون روز مسعود وارد خونه مجردی در غرب تهران شد تا با مردی که چند ساعت پیش در پارک دانشجو با اون آشنا شده بود در مورد بازیگری صحبت کنه. مرد سال خورده به اون گفته بود که در کار بازیگری چندین آشنا داره و میتونه مسعود رو به دنیای بازیگری وارد کنه. حوالی ظهر بود که وارد اون خونه شد اما هنوز یک ساعتی نگذشته بود که مسعود سراسیمه از اون خونه بیرون اومد مشخص نبود که در اون خونه چه اتفاقی افتاده بود و همه چیز یک هفته بعد روشن شد یک هفته بعد از این قرار ملاقات حسین مرد پنجاه ساله از خارج از کشور به ایران برگشت اون به خونه مجردیش در غرب تهران رفت اما به محض ورودش به این خونه با صحنه هولناکی روبرو شد اون جسد غرق به خونه دوست صمیمیش رو دید که به قتل رسیده بود. هیچ کس نمیدونست که در اون خونه چه اتفاقی افتاده و این مرد چطور به قتل رسیده. چند دقیقه بعد مأموریت کاراگاهان پلیس در رابطه با این پرونده آغاز شد. اونها با تماس حسین به محل جنایت رفتن و بررسی های تخصصی درباره قتل مرد میان سال شروع شد. شواهد نشون میداد که این مرد با ضربات چاقو به قتل رسیده. حسین در تحقیقات به ماموران گفت من در این خونه به تنهایی زندگی می کنم. چند روز پیش قرار شد که به یک سفر خارج از کشور برم. دوستم به نام حمید زمانی که متوجه شد من می خوام به خارج از کشور برم از من خواست کلید خونم رو در اختیارش قرار بدم تا هر از گاهی به اینجا بیاد. منم قبول کردم و کلید رو به اون دادم. اما وقتی برگشتم با جسد اون روبرو شدم. پس از اظهارات این مرد جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و کاراگاهان جنایی هم به تجسس در این رابطه پرداختن. تحقیقات حاکی از اون بود که پس از جنایت خودروی مقتول هم دزدیده شده بود. در حالی که شناسایی این خودرو در دستور کار تیم تحقیق قرار گرفته بود، فردای همون روز این خودرو زیر پل حافظ در حالی که گوشه خیابان پارک شده بود کشف شد. هنوز مشخص نبود که مرد 65 ساله قربانی انتقام جویی شده یا سرقت اما تجسس های بعدی نخستین سرنخ رو به دست کاراگاهان داد ماموران پلیس در بررسی ها متوجه شدند که کارت سوخت خودروی مقتول سر جاش نیست و به احتمال زیاد دزدیده شده همین باعث شد تا تیم تحقیق از همین طریق موضوع رو پیگیری کنن چند وقت بعد پیگیری ها جواب داد و معمران پلیس به سر جوانی رو شناسایی کردند که کارت سوخت رو در اختیار داشت و از اون استفاده کرده بود. در حالی که دو ماه از وقوع جنایت گذشته بود، متهم اصلی گرفتار شد و در اتاق بازجویی همه چیز رو اعتراف کرد. اون که در ابتدا منکر قتل شده و گفته بود کارت سوخت رو در پمپ بنزین پیدا کرده، در نهایت راز این جنایت رو فاش کرد و به ابهامات پرونده پاسخ داد. پسر جوان در بازجویی ها به ماموران گفت من همیشه دوست داشتم که بازیگر بشم. تلاش زیادی کردم تا به آرزون برسم و سراغ افراد زیادی رفتم. اما نتیجه ای نداشت. روز حادثه در پارک با مقتول آشنا شدم. اون ادعا می کرد که در کار بازیگری آشناهای زیادی داره و با کارگردانا و تهیه کنندگان زیادی دوسته. حرفش باعث شد زوغ زده بشم و به اون اعتماد کنم. پیرمرد که شوق و علاقه منو دید گفت هر کاری از دستش بر بیاد برای رسیدن من به آرزوم انجام میده. بعدم از من خواست به خونش برم. منم قبول کردم و با اون رفتم تا با هم در مورد مسئله کاری صحبت کنیم. اما در اونجا با این پیرمرد درگیر شدم. اون میخواست با چاقو منو به قتل برسونه که من همون لحظه برای دفاع از خودم چاقوشو از دستش گرفتم و چند ضربه به اون زدم. بعد از اونم جنازش رو در همون خونه رها کردم و از ترسم فرار کردم. با اطراف این پسر وی ای صحنه قتل رو باسازی کرد و کیفرخواست پروندش هم صادر شد. بنابراین پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. متهم یک بار در دادگاه محاکمه شد. در جلسه محاکمش خانواده مقتول از دادگاه تقاضای قصاص کردند. ولی متهم همون اظهارات قبلیش رو تکرار کرد و گفت که در دفاع از خودش دست به قتل زده. با این وجود در پایان هیئت قضایی وارد شور شدن و به اتفاق آرا متهم را به قصاص محکوم کردند. با اعتراض متهم به این حکم هیئت قضایی دیوان عالی کشور پرونده را بررسی کردن و در نهایت این حکم را تایید نکردند. آنها خواستار بررسی بیشتر در خصوص دفاع مشروع متهم شدند. بنابراین پرونده بار دیگه به شعبه دهم دادگاه کیفری فرستاده و یازدهم مهر ماه برای محاکمه دوباره پسر جوان تعیین شد و حالا اون باید منتظر میموند تا سرنوشتش معلوم بشه حالا برمیگردیم به روز دادگاه ساعت یازده و ده دقیقه بود و پس از انتقال متهم به شعبه دادگاه و حضور خانواده مقتول جلسه محاکمه آغاز شد در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست رو خوند. اون برای مجرم با توجه به نظر قضات دیوان عالی کشور درخواست مجازات قانونی کرد. در ادامه جلسه نوبت به دفاع متهم رسید. پسر جوان برای بار دوم روبروی هیئت قضایی استاد و پس از تفهیم اتهامش از سوی قاضی گفت من فقط در دفاع از خودم دست به قتل زدم. قبول دارم اشتباه کردم. ولی باور کنید من قاتل نیستم و فقط میخواستم خودم رو نجات بدم. موقعیتی که من اون لحظه داشتم باید شده بود کنترلی بر رفتارم نداشته باشم. قاضی پرسید چطور با مقتول آشنا شدی؟ متهم گفت من عاشق بازیگری بودم. از بچگی به این کار علاقه داشتم. برای همین هنرجوی بازیگری شدم و در کلاس‌های آزاد بازیگری شرکت کردم. را بعد از کلاس به تاتر شهر می و تو پارک دانشجو تاتر خیابونی تماشا می کردم که در همونجا از طریق یکی از دوستان با مقتول آشنا شدم. مقتول می گفت با کارگردانه زیادی آشناست و می تونه منو به اونها معرفی کنه تا در یک فیلم خوب بازی کنم. همین باعث شد که از خوشحالی زیاد ارتباطم رو با این مرد ادامه بدم. قاضی پرسید چی شد که روز حادثه به خونه ی اون رفتی؟ متهم گفت اون روز وقتی اون سر صحبت رو باز کرد و گفت میتونه کاری کنه که یک بازیگر معروف بشم از خوشحالی به اون اعتماد کردم. برای همین سوار ماشین شدم و به خونش در ستارخان رفتم. تنها دلیلی که به خونه این پیرمرد رفتم آشنایی با اونو وارد شدن به دنیای بازیگری بود. بازی پرسید خونه متعلق به مقتول بود؟ متم گفت نه. مقتول میگفت اونجا خونه دوستشه که به سفر خارج از کشور رفته و کلیدو به اون سپرده تا به خونش سرکشی کنه. اتفاقا همون دوستشم بود که جسد اون رو در خونش پس از بازگشت به ایران پیدا کرد و با پلیس تماس گرفته بود. بازی پرسید بعد از اینکه به اون خونه رفتی چی شد؟ متهم پاسخ داد وقتی به خونه اون رفتم مقتول شروع کرد به صحبت کردن و بازم از کار بازیگری آشناهاش گفت. منم ازش خواستم که منو با دوستاش آشنا کنه. صحبت های ما ادامه داشت تا اینکه در نهایت متوجه شدم که این پیرمرد همه ی حرفاش دروغ بوده و هیچ آشنای کارگردان یا تهیه کننده ای نداره. میخواستم از خونه بیرون برم که اون با من درگیر شد و به روم چاقو کشید. من از دیدن چاقو وحشت کردم و برای دفاع از خودم چاقو رو از اون گرفتم و به اون ضربه زدم. اما باور کنید اگر من ضربه نمیزدم خودم کشته می شدم. چون مقتول قصد داشت منو به قتل برسونه. قاضی پرسید چند ضربه به مقتول زدی؟ متهم گفت من همیشه از شاقو وحشت داشتم. برای همین فقط چند خط روی بدن اون کشیدم تا بترسه. اما وقتی دیدم مقاومت میکنه ضربه ای به گردنش زدم و فرار کردم. قاضی پرسید چرا فرار کردی؟ اگر میموندی و با پلیس تماس میگرفتی اوضاع بهتر از این نبود؟ متهم گفت چون در سن هفت سالگی شاهد بودم که پدرم دست به قتل زده بود همیشه از قصاص و تناب دار می ترسیدم. اون لحظه یاد پدرم افتادم و از ترس زندان و قصاص فرار کردم. قاضی پرسید ماجرای جنایت پدر چیه؟ متهم گفت اون زمان پدرم مقابل چشمای من داییم رو کشت و پای چوبه دار رفت. پدر بزرگم تناب دار رو به گردن پدرم انداخته بود که با گریه های من و مادرم اعلام رضایت کرد. من همیشه این تصاویر رو در ذهن داشتم. و این خاطر وقتی مقتول به روم چاقو کشید نفهمیدم چی کار میکنم. بعد از قتل هم از ترس قصاص و تناب دار فرار کردم تا دستگیر نشم. قاضی گفت چرا بعد از قتل خود روی مقتول رو دزدیدی؟ متهم پاسخ داد من به قصد سرقت خود روی مختول رو بر نداشتم. تنها برای فرار از محل جنایت سوار ماشین اون شدم و خودم و زیر پول حافظ رسوندم. ماشین رو همونجا رها کردم و فقط سه قطعه کارت سوختی رو که در داشت برده ماشین بود برداشتم. اما اشتباه کردم چون از همین طریق شناسایی شدم. قاضی گفت چرا بعد از قتل خودت رو به پلیس معرفی نکردی؟ متهم گفت چون میدونستم مادرم تحمل نداره این بار من و پای چوبه دار ببینه. به من خاطر فرار کردم. چند روز اول از ترسم از خونه هم خارج نمی شدم. حتی وقتی پلیس از طریق کارتای سوخت قربانی منو بازداشت کرد به دروغ گفتم کارتا رو در یک پمپ بنزین پیدا کردم. با این حال پلیس باورش نشد و مجبور شدم اعتراف کنم. بعد از اعترافاتم هم, هم اولیای دم درخواست حکم قصاص رو مطرح کردند اما من واقعا مستحق اعدام نیستم. من از اینکه مقتول رو کشتم از وجدان دارم و دو بار هم در زندان دست به خودکشی زدم. اما باور کنید تنها برای دفاع از خودم این جنایت رو مرتکب شدم. چاره دیگه ای نداشتم. پیرمرد میخواست منو بکشه و مجبور بودم دست به این کار بزنم. در پایان این جلسه بعد از صحبت متهم و دفاعیات وکیلش این بار هیئت قضایی وارد شور شدند. تا رأی نهایی در خصوص این پرونده رو صادر کنند. بر اساس اظهارات متهم که ادعا کرده بود پیرمرد قصد کشتن او را داشته ولی پزشکی قانونی مدرکی بر این اساس بر روی جسد مقتول پیدا نکرد و تنها جراحات وارده نشان دهنده مقاومت مقتول در برابر قاتل داشت. متهم هم هیچ گونه جراحتی که نشان دهنده حمله یا مجروح شدن توسط پیرمرد باشه را نداشت. در انتها قضات دادگاه متهم را به قصاص محکوم کردند. حکم متهم چند ماه پس از اعلام حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید و در زندان اجرا شد. حالا به نظر شما حقیقت این درگیری و قتل واقعا چی بود؟ آیا واقعا پیرمرد مسعود رو به خونه برده بود تا به قتل برسونه؟ برای بررسی اسرار ناگفته قتلهای خفاش شب گیلان بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم پیروز و شاد باشید